ممکنه شما بگید خب حالا من اگه خواستم از فیلتر دیگه با این استفاده بکنم چی؟ یعنی حالا مثلا من شاید نخوام از این پیش فرضایی که اینجاست استفاده کنم، یه فیلتر دیگه تو فرمکاتوم میخوام استفاده کنم، ولی از قابلیت ترک اسلایس ایکس هم میخوام استفاده بکنم. برای این کار شما میاید خیلی راحت از اون فایلتون یه کپی میگیرید، میذارید روی خودش. اینجا من میام به طور مثال این رو اضافه میکنم بهش، بعد میام میگم که مثلا حالا من برای این ماشین ممکنه خود ماشین رو فقط سلکت بکنم و جدا بکنم و بخوام همه بکراند رو یه بلای دیگه سرش بیارم. اینجا میتونم بیام بگم که آقا این تیکه ماشین رو به طور مثال شما دنبال بکن تو کل این قضیه و این ترک و این حرفا. و الان من اگه این لایه پایینی رو خاموش بکنم، شما میبینید که میاد میگه این تیکه وسط رو حالا من فعلا میخوام دنبال بکنم. این حالا به ماسک کاری نداره ها، من میام میگم که آقا این تیکه رو شما برای ما دنبال کن. میخواین یه ذره بزرگترش بتونم بکنم که جای شک و شبهه ایجاد نکنه که چرا من اون تیکر رو ترک کردم، چرا که پایین ترک نکردم. این شیپ رو همونطور که شما میدونید میشه عوض کرد، پس فعلا برام مهم نیست. برای من مهم دنبال کردن این تیکه جلوه. خب اینو الان دنبالش بکنه عزیز جان، شما اینو ببین که کجاها میره. تقریبا خوب داره ترک میکنه، چیزی از دستش در نرفته تا حالا. و من میتونم بیام توی این کی فریم اول دوباره از اینجا به قبل رو ترک بکنم و بگم دنبال کن تصویر رو. بازم به نسبت خوب داره ترک میکنه. حالا من اینجا میتونم بیام الان که دیگه اطلاعات دنبال کردن رو داره، میتونم بیام حالا خود این شیپ رو عوض بکنم. به طور مثال اینو من ممکن هستم بیام یه همچین شکلی درست بکنم که این مثلا یه ذره حتی از ماشین بزرگتر باشه با فدر زیاد، مثلا یه همچین چیزی. البته پشتش رو طبیعتا نباید ببینیم، ولی خب حالا محض مثال، حالا مثلا یه همچین شکلی. حالا من میخوام بگم که این چیزی که داخل این شیپ منه و خیلی هم درست داره با ماشینم حرکت میکنه، مثلا اینجا ممکنه من اصلا بخوام یه همچین کاری بکنم. طبیعتا کاری مثل تبلیغ ماشین رو شما خیلی باید با هر شاتش ور برید و کار بکنید و خیلی کار زمانبریه و البته خب دستمزد داشتم هم وقت خوشبختانه بالا هست، هرچند که من تا بال خودم به شخص انجام ندادم. مثلا حالا من ممکنه بگم که اینجا نه کامن زد، ممکنه من بخوام بگم تیکه وسط من، این تیکه وسط رنگ و نورش کلن مجزا باشه از همه تصویر. من اینو میتونم الان بیام ببخشید این پایینیه رو آف بکنم و ببینم که ماشینم چجوری حرکت میکنه توی کار. مثلا این تیکه وسط که ماشین ما هست، من میخوام همیشه توی کل تصویر مثلا شارپتر باشه، شیکتر باشه، کنتراست بیشتری داشته باشه و حالا یه سری چیزهای دیگه. طبیعتا همونطور که گفتم خدمتون بودن این ببخشتن کی فریم ها رو برگرم سر جای قبلیش، این یه کی فریم من اینجا دارم، این آخر آخر با این دوتا آیکونم این خود فانرکات میتونید جا به جا بشید بین کی فریم هاتون. من میتونم اینجا بیام فدر رو یه کمی کمتر بکنم، یه خورده مثلا یه هر چیزی اینو بیارم اینجا که فقط خود ماشینم چیز داشته باشه. حالا اینجاها
دوباره همینطور کی فریم رو جابجا میکنه. و اینجا باز به همین صورت فکر کنم آخرش در نهایت به یه چیزی برسم که فقط تقریبا ماشین توی تصویر باشه. آره اینجام خوبه، یه کوچولو حالا اینو بیشترش بکنم، واقعا خیلی اینجا رو نگاه کنم تیز شد. حالا اینجا من میتونم لایه پایینی روشن کنم، بیام بگم که به پایینی من اصلا میخوام یه کالر کورکشن متفاوت نسبت بدم. به طور مثال تصویر پایینی میخوام از یه چیز آماده هم استفاده میکنم، مثلا این شکلی باشه، کستومن اضافه میکنم بهش و رنگش هم بذار تیره تر میکنم. یه مقداری هم تارش میکنم چون خیلی شارپ هم هم اینا به نسبت بذار نریه اینقدر تار یه چیزی توی شاید این مایه ها سلام که باز تمرکزم روی ماشین بیشتر بشه. حتی کاری که واقعا من دارم میکنم حرفه ای نیست، ولی خب به این منظورم اینه که رویه درستی نیست، منتها حالا برای اینکه تو این درس بشه توضیح داد باز دوباره میام اینجا فدر رو یکم زیاد میکنم که این لبه ها رو نبینیم، حتی شاید هم بیشتر. و شما الان میبینید دقیقا هم میشه به خود این لایه چون جدا شده یه فیلتر نسبت داد و جداش کرد، هم به پایینی. باز من اینجا میتونم بیام کالر کورکشن رو به این نسبت بدم، این یکی پایینیه رو من خیلی تیره ترش بکنم دیگه، البته انقدر نه، هایلایتش هم باز با همینطور. این تصویر بالایی ما همونطور که شما میبینین الان خیلی بهتر جدا میشه از کل تصویر رو، خیلی بهتر دیده میشه. البته میگم من باید خیلی روی ماسکش کار بکنم، بعد به طور مثال فرض کنید شما اگه بخوام یه چراغ براش تعبیه بکنم بعد اینجا این ماسک رو خب خیلی بیشتر بزرگتر بگیرم، یه سری چیزای خیلی زیاد دیگه که میگم از حوصله این درس خارجه. ولی به طور مثال من میتونم بیام اینجا خود این تصویر رو حالا روش کالر کورکت اضافه بکنم، بیام اینجا مثلا یه ذره اینو کنتراستش رو بیشتر بکنم، سچوریشنش رو همینطور و رنگش هم یه کم میتونم گرمتر بکنم که به نسبت اون رنگ نری. البته انقدر یه نموره کوچولو به هیچ وجه همونطور که شما میبینید الان این کار حرفه‌ای نیست و درست نیست، ولی فقط برای اینکه ببینید شما میشه یه همچین کاری انجام داد. حالا شما اگر خواستید بیشتر روی تصویر کار بکنید، بیشتر چیز بکنید، هم میتونید بیاید اینجا این ماسک رو انتخاب بکنید و تغییرش بدید، دقیقا اندازه ماشینش بکنید، بعد با خود ماشین کی فریم بزنید و ببخشید جابجاش بکنید. دیگه کل این ماسک دست شماست و میتونید هر جوری که خواستید ازش استفاده بکنید و در واقع هدایتش بکنید. حالا اینجا مثلا فرض کنید من ماسک بعدیم، ممکنه شما بدید که بگید که نه آقا من قبلش اون چیزی که اینجوری درست کردی خوشم نمیاد، شما میتونید این کی فریم اینجا، این ماسکی که اینجا کی فریم خورده رو بیاد این آیکون رو روش بزنید، اون کی فریم رو حذف میکنه، باز دور قبلیه مثلا اینجا میتونم حذفش بکنم. و حالا تقریبا اون ماسکی که اینجا اومدم اصلاحش کردم و درستش کردم، حالا داره اینجا ادامه میده و دنبالش میکنه. من اگر بیام این کال کورکشن هم رو هم ببندم تقریبا مشخصه الان حالا این چه اتفاقاتی افتاد و چه چیزایی شد و چه شکلی داره. من راستش خواستم یه ذره از جادرم بگیرم یه خود از جلوی اینم اضافه بشه بهش که چیز جالبی از در نیمد. اینه که طبیعتا الان تو این تصویر ما این ماشین ما خیلی مشخص تره، خیلی واضح تره، خیلی راحت
تر دیده میشه، خیلی بیشتر کنده شده به نسبت کل جاده. این یه همچین کاری هم میتونید بکنید. باز میگم میتونید به خود این لایه بالایی به دلیل اینکه جداست، حالا هر فیلتری که دوست داشتید توی فاینال کات نسبت بدید، به لایه پایینی هم به همین صورت. یعنی که از این تراکینگ شما به این شکل هم میتونید استفاده